مارک توین با نام واقعی ساموئل لانگ هورن کلمنس در 3 نوامبر 1835 در این کلبه کوچک واقع در دهکده فلوریدای میسوری متولد شد. والدینش چند ماه قبل از تولد او از ویرجینیا به آنجا آمدند. در فلوریدا زندگی برای خانواده مارک توین چندان بر وفق مراد نبود و در سال 1839 یعنی هنگامی که سام چهار ساله بود آنها به هانیبال شهر کوچکی در میسوری در کنار رود میسیسیپی نقل مکان کردند این شهر در ساحل غربی رودخانه واقع است مهمترین ساختمان این شهر یک سیلوی قدیمی در کنار رودخانه است صفت شهر معمولی شاید برازنده شهر هانیبال باشد ولی درست همین خصوصیت شهر بود که در عواست قرن نوزدهم این مکان را برای پسری چون ساموئل کلمنس مناسب کرد. <تصفيق> <مخلا> <تصفيق> رودخانه به جانب شمال از داخل مناظر وحشی و زیبایی که در آن زمان نیز وجود داشته جریان دارد. در دو طرف رودخانه جنگل انبوهی است و تنها در دور دست ها میتوان مزارع را دید. رفت و آمد محدود است و شهر و دهکده های اطرافش کاملا از یکدیگر دیگر مجزا هستند. هنوز هم چون قرن گذشته زغال سنگ به وسیله قایق های باری حمل می شود. این قایق ها بسیار بزرگ و معدودند و رودخانه نیز همچون گذشته راه مهم ارتباطی به شمار نمی رود. ولی به سهولت می توان دریافت که در عواست قرن 19 هم رودخانه چه نقشی در زندگی ساکنان هانیبال داشته است. این نقشه زیبا ترهی از شهر را در سال 1869 نشان می دهد. قایق های بخار در ساحل رودخانه توقف می کردند و رفت و آمد آنها به زندگی مردم هانیبال جان می بخشید. این شهر بسیار بزرگ بود. این خانه کوچک که متعلق به خانواده کلمنس بود در چند متری رودخانه واقع است. هانیبال امروز طبیعتا تحت تاثیر شهرت مارک توان قرار گرفته است. به همین دلیل ساختمان هایی که به نوعی به او مربوط بودند به دقت بازسازی شدند. این خانه چوبی نیز همچون دیگر خانه های آمریکایی است در یک طرف این خانه نرده هایی وجود دارد که به احتمال قوی همان نردههایی است که مارک توین در کتابی که سالها بعد در مورد کودکیش نگاشت به وسیله او رنگ شدند خانواده کلمنس هیچگاه در زمینه شغلی موفق نبود و به همین دلیل این خانه بنایی کاملا معمولی است روبروی این ساختمان دفتر کار پدر سام قرار دارد او وکیل دعاوی بود عنوان و اعتبار او باعث شده بود که همشهریانش او را قاضی کلمنس خطاب کنند. <applause> همچنین روبروی منزل آنها در آن طرف خیابان خانه دختر بچه‌ای به نام لورا هافکینز قرار داشت. در سالهای بعد که سام به مارک توین مشهور شد، آنها اوقات خوشی را با هم داشتند. هانیبال برای بچه ها مکانی امن و آرام بود که مناسب ترین محل برای دوران کودکی بود. لورا و سام همیشه به مغازه های جالبی که سر پیچ خیابان قرار داشت سر می زدند. فضای داخلی این دکان ها به همان صورت گذشته است و پر از بطری های داروهای شفابخش برای بیماران بوده است. مادر سام سالها بعد در مورد فرزندش با صداقت می گوید اداره کردن سام به خصوص وقتی صحبت از رفتن به مدرسه بود کار ساده ای نبود او ظاهرا به کتاب تاریخی علاقه بسیار داشت اما تا آنجا که میشد از کلاس و درس خواندن اجتناب می کرد البته او به مدرسه می رفت و در این ساختمان در کنار یکی از دوستانش به نام هاکل بریفین که بعدها شخصیت یکی از داستان او شد به تحصیل می پرداخت خانه هاک که مدت پیش ویران شده در این خیابان پشت خانه خانواده کلمنس قرار داشت در آن زمان هانیبال برای پسران ماجراجو مکان فوقلاده ای بود دوستی سام و هاک در قالب تندیسی در دامنه تپه که احتمالا محل بازی آنها بوده متجلی است در بالای این تپه فانوس دریایی واقع است که در زمان سام وجود نداشت با این وجود تپه هنوز هم پوشیده از درخت است و چشمانداز زیبایی از رودخانه دارد. ساحل رودخانه از خانه سام تنها چند صد متر فاصله داشت. سینه فراخ رود میسیسیپی شگفتانگیز است. ساحل پردرخت این منطقه هنوز هم دست نخورده باقی است و هیبت رعباور درختان نشان از طلاطم امواج رودخانه دارد جریان این رود بسیار تند است به این خاطر برای حرکت قایق های حامل الوار بسیار مناسب بوده است ساحل شنی رودخانه و تنه درختان قطع شده در ساحل و جنگل سایدار مکان مناسبی برای بازی کودکان پدید می آورد. در سال 1839 که خانواده کلمنس وارد هانیبال شدند، هنوز بردهداری رواج داشت. پدر سام چند برده داشت و جهیزیه مادرش نیز شامل دو یا سه برده میشد که این رسم در هانیبال کاملا عادی بود. میسوری جزء ایالت جنوبی آمریکا بود از این رو با شروع جنگ داخلی هانیبال نیز شهر طرفدار جنبش همپیمانان جنوب شد به آسانی می توان دریافت که تحت نظارت مرد خشنی همچون قاضی کلمنس بردگان به هر کاری که به آنها دستور داده میشد تن می دادن. شهر کوچک هانیبال زمینه های رشد شخصیتی مارک توین را فراهم ساخت این مکان بسیار آرام بود و ارزش های اخلاقی نیز در آن بسیار رعایت می شد. در نقشه شهر دوازده کلیسا با دوازده مذهب مختلف مسیحی فهرست بندی شدند خانواده کلمنس دچار مشکلات مادی شدند و ناچار برای مدتی در اتاقهای بالای رودخانه زندگی کردند هنگامی که سام یازده ساله شد پدرش در آنجا درگذشت این فاجعه زندگی را از آنچه بود مشکل تر کرد به طوری که سام مدرسه را ترک کرد و به عنوان شاگرد نقاش در ساختمانی مشغول به کار شد برادر سام اوریون که ده سال از او بزرگتر بود و قبلا خانه را ترک کرده بود پس از مدتی به آنجا بازگشت و روزنامه ای در هانیبال راه کرد سام با او همکاری می کرد و هرچند توفیقی نداشت اما به سرعت در فن چاپ پیشرفت کرد او گهگاه مطالبی هم برای روزنامه می نوشت سالها بعد این تجربه به کار سام آمد هنگامی که 17 ساله بود هانیبال را ترک کرد و به شهرهایی مثل سنت لوئیز، نیویورک فیلادلفیا و حتی واشنگتن سر زد و در هر شهری بر حسب امکان شغلی در روزنامه ها کاری می او سرانجام نزد برادرش اوریون که به اوهایو رفته بود بازگشت و به نوشتن و ارائه مطالب روزنامه کمک کرد. بدین ترتیب بود که او حرفه نویسندگی را آغاز نمود. قایق های رودخانه میسیسیپی در آن زمان بخش مهمی از اقتصاد پویای کشور را تشکیل میدادند. کشتیرانی در دریا اکنون ترکیبی بود از نیروی بخار و بادبان ولی در رودخانه ها و آبراه ها قایق های بخار با پره های بزرگ برای عبور از قسمت های آرام و کم ارز مناسب تر بودند. سام هموار روحی بیقرار و ناآرام داشت و آرزوی سفر به مکانهای جدید را در سر می پربراند. او بسیار مشتاق بود که به آمریکای جنوبی سفر کند و به همین دلیل آزم نیو ارلان شد تا از آنجا سفرش را آغاز کند. در راه سفر با ناخدایی به نام هوراس بی آشنا شد و قصد داشت تحت تعالیم او ناخدای کشتی شود. این اقدام بدان معنی بود که او میبایز طول رودخانه را بارها طی کند هر وجب از ساحل رودخانه را به دقت بشناسد و از شوهر خواهرش 150 دلار برای پرداخت به بیگزبی قرض کند با این حال او با پشتکار بسیار این کار را پیگیری کرد و صدها مایل رودخانه میسیسیپی را به دقت بررسی کرد تا جایی که توانست به مدت دو سال در مقام ناخدای ارشد کشتی مشغول به کار شود در سال 1861 جنگ داخلی بر سر موضوع بردهداری آغاز شد رود میسیسیپی هم تبدیل به میدان جنگ شد کشتی سام در خدمت ارتش همپیمانان جنوب قرار گرفت زیرا به کارگیری کشتی های بخار برای نقل و انتقال ابزار جنگی و خیل عظیم سربازان و عصب ها بسیار ضروری بود قایق های رودخانه ای تبدیل به کشتی های جنگی شدند و در مدت کوتاهی جنگ وحشتناکی در سرتاسر سر آن سرزمین درگرفت. سام ابتدا درگیر واکنش های عاطفی جنوبی هایی که گرفتار تهاجم شمالی ها شده بودند واقع شد و او نیز به ارتش هانیبال پیوست و در چند درگیری نیز شرکت کرد در یکی از این درگیری ها او را اسیر کردند و به سنت لوئیس فرستادند ولی او از آنجا به غرب گریخت سام به نوادا نزد برادرش رفت که حالا به مقام رسمی فرماندهی نیروهای مردمی رسیده بود سام احساس می کرد که علاقه ای به ادامه این جنگ داخلی ندارد و آن را رها کرد او رودخانه و کشتی را نیز ترک کرده بود و به همراه برادرش به محیط کاملا متفاوت شهر کارسون پای نهاد اینجا همان قرب وحشی بود که شهرک ها برای اعلام موجودیت می و ساکنان آن شهرک ها برای برپایی حکومت های ایالتی تلاش می و مردان یاقی و سرکش حاضر بودند به هر قیمتی که شده موفقیتی کسب کند. برای سام خانه های بسیار نزدیک به همه آنجا جالب می‌نمود. سام تا آن زمان هرگز با منظره ای جز خانه آشنایی نداشت او از دریاچه ی تاهو دیدن کرد و مبهوت زیبایی آن شد و در مدت کوتاهی مشتاق دیدار مناطق جدیدی در غرب شد او خصوصا علاقه ای به معدن پیدا کرد زیرا جستجوی طلا و نقره بسیاری از مردم را به آنجا می کشند. سام به همراه دو وکیل دست به سفری اکتشافی در یونیون ویل هامبولت زد. آنها با هیجان بسیار برای حفر معدن به اسمرالدا رسیدند و ماههای متمادی با پشتکار تمام به این کار مشغول شدند. سام در آن زمان 27 سال داشت و هزاران آمریکایی دیگر چون او به قصد دستیابی به سروت تلاش می کردند. تنها تفاوت بین سام و دیگر مردان اطراف او این بود که هرچند او هم مثل آنها به طلا دست نیافت اما ماجراهای عجیب و دور از ذهنی که برای آنها اتفاق می افتاد، موضوعات جالبی را برای قلم او فراهم می کرد <تصفح> سام پس از یک سال تلاش و شکست در کار یافتن طلا به یکی دیگر از مراکز حرفه معدن یعنی شهر ویرجینیا رفت و در عمق رگه معدن نقره کامستاک به کار پرداخت سام این بار با علاقه تمام مشغول به کار شد و البته همواره بر این عقیده بود که تمام اتفاقات جهان کاملا تصادفی است پس از فرستادن چند داستان تنظامیز برای روزنامه محلی از او دعوت شد که به همکاری در مؤسسه دیلی بپردازد. سام در اوت 1862 به عنوان سردبیر روزنامه آن شهر به این مؤسسه رفت. در اینجا بود که ساموئل کلمنس، ناخدای سابق کشتی، با نوشتن مقاله و گزارش برای روزنامه تبدیل به مارک توین نویسنده شد. او این اسم مستعار را از دوران کار بر روی کشتی بخار انتخاب کرده بود. واژه مارک به معنی تعیین عمق آب است در هر حال این نام برای او تنین دلنشینی داشت انتخاب اسم مستعار نیز به معنای شروع نویسندگی به صورت یک حرفه بود از آن به بعد او مقالات خود را با نام مارک توین امضا می کرد مقاله های او بیشتر درباره قصه ها و نزاهایی که در اطراف او صورت می گرفتند بود او مطالبی هم درباره اپراها و نمایشنامه هایی که در تئاترهای مشهور ویرجینیا

مارک توین به مدت پنج سال در غرب ماند و تا حد بسیاری از دوستی و راهنمایی سردبیر مؤسسه جو گودمن که به ارزش مارک توین پی برده بود بهرهمند شد تنز توین و قدرت حجب جامعه برای او شهرت چشمگیری به همراه داشت و اکثر روزنامه ها از او برای همکاری دعوت به عمل آوردند مارک توین سرخوش از موفقیت حرفی جدیدش در گیری شدیدی با سردبیر روزنامه رقیب پیدا کرد و کار به جایی رسید که آن مرد را به دوئل طلبید کار بسیار نسنجیده ای بود زیرا دوئل و حتی دعوت به آن هم در نوادا برخلاف مقررات بود توین این با وجود موفقیت شغلی و علاقه مردم به او ناگزیر آن شهر را ترک کرد او در روزنامه ای در سانفرانسیسکو مشغول به کار شد که اگرچه شغل چندان رضایت بخشی نبود اما در کنارش می توانست برای روزنامه ها مطلب بنویسد و بر شهرتش بیفزاید. این شهرت و اعتبار با انتشار کتاب قورباغه جهنده به طور چشمگیری افزایش یافت مدتی بود که او تعطیلات خود را در کلبه دوستش می آن دو با هم به جستجوی طلا می پرداختند و مدت زیادی را صرف بازی در قهوه خانه واقع در خیابان اصلی آنجا می کردند. ناخدای پیر به نام بنکن داستان نقل می کرد که یکی از آنها درباره قورباغه جهنده بود. این داستان را توین بازنویسی کرد و در چاپخانه روزنامه نیویورک ساتردی به چاپ رساند. مارک توین پس از بازگشت به شهر اقدام به سخنرانی درباره سفرش نمود و دریافت که از این کار بسیار لذت میبرد. از طرفی شنوندگان نیز به سخنرانی هایش علاقه و توجه خاصی پیدا کرده بودند. این کارش گامی بزرگ در جهت زندگی حرفه‌ایش به شمار میرفت. فکر بعدیش سفر به دور دنیا بود. تا از آنجا بتواند برای روزنامه‌ای به نام آلتا کالیفرنیا مجموعه دیگری از این نامه‌ها بفرستد. او سفرش را از شرق کشور آغاز کرد تا به بتواند ترتیب چاپ این نامه ها را در روزنامه های نیویورک هرالد و نیویورک تریبیون نیز بدهد. او سفرش را با کشتی بخار کویکر سیتی آغاز کرد. نامه های ارسالی او به روزنامه ها برایش موفقیت بسیاری به همراه داشت. پس از بازگشتش به او پیشنهاد شد که کتابی با عنوان ساده در خارج منتشر کند یکی از همسفرانش در کشتی به نام چارلز لانگدان بود این مرد با عمیقتر شدن دوستیشان برای لحظه ای عکس خواهرش اولیویا یا لیوی را به توین نشان داد مارک و لیوی یکدیگر را در نیویورک ملاقات کردند و پس از چند سال نامزدی که طی آن کتاب ساده در خارج نیز به چاپ رسید لیوی پیشنهاد او را برای ازدواج پذیرفت و آنها در سال 1870 ازدواج کردند. او همسر خوبی بود، زنی آرام و صبور که توانست در مدت کوتاهی همسرش را به اوج شهرت برساند. ازدواج با اولیویا برای توین شکل جدیدی از زندگی به همراه داشت. پدر اولیویا منزلی در بوفالو به آنها هدیه کرد. تزئینات داخلی آن خانه بسیار شاد بود و هر که یک زوج جوان بدان نیاز داشتند را در اختیار آنها گذاشت این خانه در بوفالوی ایالت نیویورک خریداری شد زیرا توین در آنجا روزنامه ای به نام اکسپرس دایر کرده بود اقامت آنها در این خانه تنها یک سال و نیم طول کشید و پس از این مدت آنها این خانه و روزنامه را فروختند در ضمن اثر بزرگ دیگری از توین به نام خشونت به چاپ رسید این کتاب درباره زندگی دوران جنگ او بود این کتاب موفقیت بسیاری کسب کرد. در سال 1874 توین و همسرش به خانه جدیدی که در خارج از هاتفورد ایالت کانکتیکات بنا کردند نقل مکان نمودند. در این خانه او از زندگی خانوادگی بسیار شادی لذت می برد. در آنجا او تعدادی از کتاب های محبوب خود را نوشت و به عنوان شخصیت ادبی سرشناس آمریکا مورد تکریم واقع شد. ساختمان این خانه بسیار زیبا بود در آن زمان هکتارها زمین در اطراف آن قرار داشت و ظاهرش در میان مردم محلی هیجان بسیاری ایجاد می کرد. از همه مهمتر اینکه این خانه برای زندگی جای مناسبی بود. ایوان متعدد منزل حاکی از آن است که آن دو روزهای گرم تابستان را می در بیرون از ساختمان سپری کنند ببرد. او به بازی بیلیارد علاقه داشت. اتاق مخصوص میز بیلیاردش برای او به صورت محل کار درآمد. در اینجا کتاب تامسایر و چند اثر دیگرش را برشته تحریر درآورد. برای تو این خانواده مهمترین اصل زندگی به شمار می رفت. او پدری بسیار خوب بود. این خانه و امنیت زندگی خانوادگیش امکان خلق آثار به یاد ماندنی او را فراهم ساخت. از جمله ماجراهای تامسایر که خاطرات خود او از زندگی بر روی رود میسیسیپی بود. البته این بخش پرماجرای زندگی او دیگر به پایان آمده بود ولی هنوز هم خاطرات آن دوران الهام بخش بهترین اثر او به شمار می رفت. علائق او گستردگی بیش از حدی داشت و متاسفانه آنچه که او همواره به آن می صنعت چاپ بود. او هزاران دلار برای ساخت این دستگاه که اختراعی شگفتانگیز در کار حروف جینی بود و می توانست این صنعت را متحول کند سرمایه گذاری کرد. متاسفانه او تمام ثروت خود را بر سر آن باخت زیرا با تمام اینکه او از تحول کلی در این زمینه آگاهی داشت آنقدر توانمند نبود که بتواند به جزئیات این کار بپردازد. تو از طریق نویسندگی و نگارش به ثروت کلانی دست یافته بود ولی این ثروت کفاف ادامه این حرفه محکوم به شکست را نمیداد. او و همسرش خانه هاتفورد را که اوقات بسیار خوشی را در آنجا داشتند فروختند و عازم اروپا شدند تا در آنجا درآمد بیشتر و مخارج کمتری داشته باشند. مدت ده سال خانواده توین در سرتاسر سر اروپا جابجا میشدند. توین و همسرش دو دختر خود سوزی و جین را نزد یکی از اقوام خود در نیویورک گذاشتند و دختر دیگرشان کلارا را با خود به سفر بردند زندگی خانوادگی آنها چندان به خوشی پیش نمی رفت هنگامی که دخترشان سوزی در سن 24 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت توین بسیار دل شکسته شد ظاهرا توین در اروپا با همه ملاقات می کرد و به همه جا دعوت می شد در این حال به کار نویسندگی نیز ادامه میداد و توانست در موعد مقرر تمام بدهی های خود را پرداخت کند این موفقیت برای او بسیار عظیم بود و بر شهرتش افزود تو این و همسرش در سال 1900 به آمریکا بازگشتند و در این منزل واقع در نیویورک سکونت کردند در سال 1902 از تو این دعوت شد که به میسوری برود و از منزل قدیمیشان در هانیبال دیدن کند او در آن شهر پرسه میزد و به پاتوقهای قدیمیش سر میکشید و از پنجره خانه همچون روزگار کودکی بیرون را مینگریست. در همان سال همسر توئین بیمار شد و پس از دو سال رنج درگذشت. ازدواج توین و لیوی نوعی شرکت فوقالعاده با ارزش برای هر دو بود. با این حال مرگ لیوی او را از زندگی باز نداشت. توین خانه‌ای به نام استورم فیلد در ردینگ ایالت کانکتیکات ساخت این خانه برای توئین معوای گریزی از ملاقات های کسل کننده بود او هواداران بیشماری هم در لندن داشت و در آخرین دیدارش از آنجا به دریافت درجه دکترا از دانشگاه آکسفورد نائل شد دیگر کسانی که همزمان با او به دریافت لوح افتخار نائل آمدند عبارت بودند از رودیارد کپلینگ آگوست رودین پیکرتراش و جنرال ویلیام بوت عضو سپاه رستگاری. تنها میتوان گفت که توین همتای بسیار خوبی برای آنها بود و آرزو داشت ای کاش همسرش زنده بود. توین جشن تولدی به مناسبت هفتاد سالگیش برگزار کرد. او هنوز هم در اتاق بیلیاردش در استورمفیلد به بازی میپرداخت. اما باز هم خانواده توین مهمترین بخش زندگیش بودند. دخترش کلارا با نوازنده پیانوی ازدواج کرد و مراسم جشنی در استورم فیلد برگزار شد. دختر دیگرش جین پس از بیماری و مرگ لیوی برای او کمک بزرگی به شمار می رفت و عهدهدار امور خانه بود. در 21 دسامبر این دختر برای دیدار پدر که تازه از صفا بازگشته بود رفت و دو روز بعد بر اثر حمله قلبی درگذشت. ضربه مرگ او برای توئین بسیار دردناک بود و از آن پس دیگر رقبتی به نوشتن نداشت. درست قبل از مرگ دخترش شایعی مبنی بر این که توین در بستر مرگس رواج یافته بود. از این رو در نامه ای به روزنامه ها چنین نوشت. شنیدم که روزنامه ها میگویند من در حال مرگم. اتهام وارد نیست. من در کمال سلامتم. جین روز قبل از مرگش نامه پدر را برای روزنامه ارسال کرد. نویسندگان بزرگ را از روی آثارشان باید شناخت و این موضوع در مورد مارک توین کاملا صادق است. او از دریافت درجه دکترای آکسفورد بسیار احساس رضایت می کرد زیرا این افتخار نشان از موفقیت ادبی او داشت. با این حال آثار روزنامه نگاری بیشمارش و سفرهای متعددش برای ایراد سخنرانی که طبیعتاً بسیار فانی تر از کتابهایش بودند برای او شهرتی خاص به همراه آوردند که کمتر کسی به آن نائل می شود. در این نقاشی آقای پانچ گوش پشت به توی نوشیدنی تعارف می کند. نویسندگان روزنامه زیافت شامی به افتخار او برگزار کردند. او از هیچ موقعیتی برای خدشدار کردن تکبر و خودپسندی افراد و همچنین تبدیل مسائل قمالود به مطالبی مطبوع فروگذار نمی کرد. او همواره عبارتهای به به کار می برد و در یکی از جملات مشهورش گفت چنان زندگی کنید که پس از مرگ حتی گورکن هم غمگین باشد. هنگامی که تو در 21 آوریل در استورم فیلد درگذشت تردیدی نبود که حتی گورکن هم حقیقتا از مرگ او غمگین و آزرده بود آن روز همچنین میلیون ها خواننده مشتاق آثارش از سراسر دنیا از شنیدن خبر مرگ او غرق در ماتم و اندوه شدند